وزیر اقتصاد و دارایی که از فارغ و تحصیلان امام صادق است و توسط باند جبهه پایداری به این سمت گماشته شده و اکنون با سیاست بستن مالیات به دارایی مردم قصد قارت انبال مردم را دارد تا ناتوانی حکومت را در اداره کشور پنهان کند گفت پیش از این در این خصوص قفلت وجود داشته است. به گفت پیش از این و در دهه های گذشته در این بخش یک قفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان وجود داشته که انتخاب راهبردی اقتصادی اساسا منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است. به این نگاه را به شکل کاملا روشن و آشکاری مقایر ایده های بنیانگذاران جمهوری اسلامی دانست. خاندوزی تصریح کرد اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آهاد مردم در رهبری کشور مشارکت داشته باشند. وی گفت دولت و مسئولین فعلی میراستار یک انحراف در دهه های قبلی هستند که اعتقادی به فراهم کردن مشارکت عامه در رهبری کشور نداشتند. وی گفت در دهه های قبلی مشارکت مردم مخل پیشبرد اهداف و منافع گروه ها تلقی می شد. این در حالی است که دولت رئیسی با اقدامات غیرشفاف بیشترین نقش را در منفی کردن مشارکت داشته است. خاندوزی همچنین اظهار داشت. در گذشته بسیاری از موارد بود که مردم اساسا مطلع از آن نبودند و امکان ورود اظهار نظر و اصلاح و حل مشکل وجود نداشت و سالها پنهان باقی مانده بود. وی گفت در حال حاضر مردم با بسیاری از موضوعات آشنا شدند و در حال حاضر جامعه می داند که ابر بدهکاران دهکاران بانکی چه کسانی هستند و بیشترین چرخش مالی و سرمایهی در کجا و چه بخشهایی صورت می گیرد. برخلاف اظهارات خاندوزی وزیر اقتصاد، مردم همچنان اطلاعات دقیقی از فرایندهای اقتصادی در کشور ندارند چه برسد به اینکه بخواهند در آن مشارکت هم داشته باشند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران مشکلاتی بنیادی است که از روی کلان جمهوری اسلامی به اقتصاد و از سوی به ساختار پرفساد جمهوری اسلامی ربط پیدا می کند. علاوه بر اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی اساسا با مالکیت خصوصی مشکل دارد و در عین حال از دولتی کردن کامل اقتصاد هم پرهیز می کند. سیستم اقتصادی بینظارتی درست کرده که امکان اعمال قانونمندی بر آن وجود ندارد و از نظر تحلیلگران مشکل اصلی اقتصادی کشور است. بخش عمده ای اقتصاد ایران در نهادهایی قرار گرفته که زیر نظر رهبر است و عملا هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد حسن روحانی در تازه ترین سخنان خود درباره نحوه اداره حکومت گفت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب تعدادی از وزرا نقش مستقیم دارد و برخی از وزرا با نظر مستقیم او انتخاب می شوند. این در حالی است که خامنه ای همواره از نقش خود در خصوص انتخاب وزرا تبری جسته و تاکید دارد که هیچ گونه مداخله ای در امور اجرایی کشور و به ویژه انتخاب ها ندارد. حسن روحانی در خصوص انتخاب وزیر دفاع در دولت خود گفت خامنه ای درباره ارتشی یا سپاهی بودن وزیر دفاع نظری نداشته و اعلام کرده که وی میتواند وزیر دفاع را از ارتش و نه سپاه انتخاب کند. روحانی گفت آقای حاتمی را هم بر اساس همین روی کرد به عنوان وزیر دفاع انتخاب کرده و خامنه ای با آن موافق بوده است. روحانی همچنین درباره جلسه فرماندهان سپاه پاسداران با روحانی پس از انتخابات 1396 گفته است که این جلسه برای صلح و صفا پس از انتخابات برگزار شده است. به گفته روحانی فرماندهان سپاه به این دلیل در جلسه شرکت کردند که اعلام کنند حالا که او انتخاب شده سپاه هم در کنار اوست و میخواهند با او کار کنند. روحانی در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که سلیمانی از وی درخواست کرده که وزیر دفاع سپاهی باشد گفت این موضوع مورد درخواست سایر فرماندهان سپاه هم بود به گفته روحانی وی در این خصوص تاکید کرده است که باید در این باره فکر کند این در حالی است که برخلاف سخنان روحانی فرماندهان سپاه پس از سخنان روحانی در ماه رمضان که به نقد دولت با تفنگ پرداخته بود و مستقیما به انتقاد از سپاه پاسداران در اقتصاد و سیاست پرداخته بود در این جلسه از سوی آنها تهدیدی جدی شد که در عمل هم وی را به عقب نشینی واداشت روحانی همچنین با بیان این موضوع که وزیر دفاع باید به تایید علی خامنه ای برسد، اظهار داشت قبل از این جلسه وی با خامنه ای درباره این موضوع که وزیر دفاع از سپاه باشد یا از ارتش گفتگو کرده است و خامنه ای اعلام کرد برای او فرقی نمی کند که وزیر دفاع از ارتش باشد یا از سپاه خامنه ای مایل نیست قدرت سپاه را افزایش دهد و لذا نمی خواهد که تمام قدرت ارتش را به سپاه بدهد و با ایجاد موازنه میخواهد کنترل خود را بر سیستم دفاعی کشور داشته باشد. روحانی در ادامه سخنانش گفت برخی وزرا مانند وزیر کشور، امور خارجه، اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی با هماهنگی خامنه معرفی می شوند. به در دولت دوازدهم به دلایلی انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با رهبری هماهنگ شده است. وی همچنین گفت که خود او تمام وزرای دولت را بدون استثنا با خامنه ای چک کرده است رئیس جمهوری سابق همچنین با اشاره به اینکه خامنه ای درباره بعضی از وزرا نظری نمیداد گفت وی با وزارت محمد جواد ظریف موافق بوده است این سخنان در خصوص نقش رهبر در انتخاب وزیران پیش از این هم به طور رسمی و غیر رسمی توسط دستن در کاران سیاست در ایران بیان شده است. با این وجود خامنه ای همواره آن را تکذیب کرده و بارها گفته است که نه دخالتی در انتخاب دولت ها دارد و نه حتی دخالتی در امور کشور و همواره خود را به عنوان یک ناظر معنوی معرفی کرده است. این در حالی است که بنابر اطلاعات موثق وی حتی در حوزه های با اهمیتی مانند مدیریت شهر تهران حتی بر انتخاب مدیران خرد شهرداری هم نظارت دارد و مدیران و معاونان شهرداری تهران به ویژه در حوزه با اهمیتی مانند معاونت فرهنگی و اجتماعی با تایید مستقیم او انتخاب می شوند. برخی تحلیلگران همین مداخله خامنه ای در همه مسائل را از جمله عواملی می دانند که مانع از مدیریت درست و انتخاب مدیران کارآمد در حوزه های مختلف مدیریتی می شود و مسئولین ارشد همواره کسانی را انتخاب می کنند که مورد تایید خامنه ای باشند نه اینکه بهترین گزینه در حوزه مدیریتی مورد نظر علاوه بر این خامنه ای با حمایت از گزینه مدیران ضعیف ولی مطیع عملا کارآمدی نظام را به گونه قابل ملاحظه‌ای به سمت زوال سوق داده است مخالفت نمایندگان مخالف با استانداردهای جهانی حوزه کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی در ایران همچنان ادامه دارد. حسین جلالی نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی احزاب FATF سند BC و طرحهای یونسکو را پدیده های غربی خواند و با اشاره به اینکه این, که این سندها بر اساس فرهنگ غربی نوشته شده گفت این سندها باید در کشور بومی شوند اینکه کسی در جایگاه نمایندگی مجلس حتی نمیداند که FATF یک گروه ویژه اقدام مالی و یک نهاد مالی جهانی است و هیچ کشوری نمیتواند آن را بومی کند یا آنکه یکی مانند آن برای خود بسازد یکی از مصیبت های قرار گرفتن افراد ناکارآمد و بی اطلاع در جایگاه تصمیم گیرنده و قانونگذار برای کشور است. این نماینده مجلس به این موضوع توجه ندارد که کشوری نمیتواند یک نهاد بین المللی مالی و یک نهاد مالی جهانی را بومی کند. عدم عضویت ایران در این نهاد مالی جهانی سال هاست که چالش های بزرگی را برای جمهوری اسلامی و در اصل برای ملت ایران ایجاد کرده است، و ایران با عدم عضویت در این نهاد که عمدتا با هدف جلوگیری از پولشویی و اقدامات غیرقانونی مالی است امکان تعامل در بازارهای جهانی را از دست داده است جلالی همچنین احزاب را پدیده وارداتی دانست و با اشاره به اینکه حزب و تشکیلات آن باید در ایران مردمی باشند گفت احزاب نباید تشکیلات یک جریان خاص باشند وی همچنین گفت حزب در ایران نباید مثل غرب از رأس هرم به کف هرم باشد بلکه باید از قاعده به هرم باشد وی تصریح کرد در احساب باید خواست مردم مد نظر باشد جلالی گفت حزب در ایران نباید مانند غرب باشد وی گفت در غرب اعضای حزب به اعضایشان میگویند فلان کار را میکنند و شما هم باید همین کار را انجام دهید این نماینده مجلس گفت حزب نباید افراد را مصلوب اختیار کند به گفته ی وی در غرب به طرفداران حزب گفته می شود که به همان نماینده حزب رای دهند و اظهار داشت مثلا اگر کسی طرفدار حزب دموکرات باشد در انتخابات هم باید فقط از دموکرات ها حمایت کند به یفسود اما در ایران فرد ممکن است که عضو یک حزب باشد اما در انتخابات از حزب خودش به کسی رای ندهد جلالی سپس در ادامه سخنانش به حزب جمهوری اشاره کرد و گفت با وجودی که حزب جمهوری بهترین حزب بود که در رأس آن بهشتی قرار داشت خمینی دستور داد جمع شود جلالی گفت دلیل مخالفت خمینی با حزب جمهوری اسلامی چینش، تشکیلات و سازوکار غربی آن حزب بوده است. به تصریح کرد باید در ایران حزب را از نو تعریف کرد و از نو باید تشکیلات حزب را سازماندهی کرد. جمهوری اسلامی همواره با فعالیت های سازمان یافته سیاسی در چالش است و به جای فعالیت های سازمان یافته ترجیح می دهد که در گرده های دوستانه و فامیلی فعالیت های سیاسی را پیش ببرد و سازماندهی کند و به همین دلیل با شکلگیری احزاب که فضای فعالیت سیاسی را تغییر می دهند مخالف است. ضمن اینکه اساسا شکلگیری احزاب بر همین اساس است که لایه های تصمیم گیری برای نفوذ و اثر بخشی در سیاست لایه لایه و آگاهانه باشد تا گروه های سیاسی زی نتوانند با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی افراد مورد نظر خود را فردی خلاف ماهیت اصلی آن به مردم نشان دهند و مردم را مجاب به رأی دادن به او کنند اگر احزاب درست شکل گرفته باشند معرفی کاندیدای اصلی توسط حزب در اصل به این معناست که فرد مورد نظر واجد ویژگی های مورد نظر مردمی که به خاطر آن ویژگی ها به حزب خاصی پیوستن نیز هست شکلگیری احزاب به معنی تحمیل یک فرد به مردم نیست بلکه به این معنی است که حزب به افرادی که طرفدار آن حزب هستند در واقع اعلام می کند که فرد مورد نظر به ویژگی های مورد نظر این افراد نزدیک است و در واقع فرد مورد نظر برای حضور در یک پست اجرایی یا پارلمانی را معرفی می کند نه تحمیل در روزهای گذشته اخبار منتشر شده در خصوص قطع درختان جنگل های هیرکانی در شمال ایران به بهانه ساخت پارکینگ یک مرکز گردشگری موج گسترده از واکنش فعالان محیط زیست را به همراه داشته است هرچند که مسئولان حکومتی در روزهای ابتدای سال در خصوص اخبار پراکنده قطع درختان مشهورترین زیست در ایران سکوت اختیار کرده بودند اما با افزایش موج اعتراضات سرانجام محسن مرادی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مازندران اعلام کرد که با دستور دادستان مرکز استان قرار است با مسببان قطع هزار اصل درخت در این طرح برخورد شود به گفته این فرمانده انتظامی بخش پارکینگ و باجه غیرقانونی اخذ وجه در مجتمع گردشگری الیمالات پلوم و دستور داده شده تا خسارت وارد اخذ شود بر اساس گزارش ها چندی پیش برخی خبرنگاران و فعالان م... زیست از قطع 4000 اصل درخت در جنگل‌های هیرکانی برای ساخت پارکینگ خودروی مجتمع گردشگری الیمالات خبر دادند. در گزارش‌های منتشر شده آمده است که درختان این جنگل با قدمت 25 تا 50 میلیون سال قطع شدند. طرح گردشگری مربوط به سد الیمالا در مسیر جاده چمستان نور در غرب مازندران است فروردین 1400 ساخت این طرح با سرمایه گذاری 54 میلیارد تومان و با حضور مسئولان رد بالای جمهوری اسلامی در مسیر جاده چمستان نور آغاز شد چندی بعد برخی خبرنگاران رسانه های فارسی زبان با انتشار اسنادی اعلام کردند که پشت پرده مدیران هلدینگ جوانمرد که متولی ساخت این مجتمع گردشگری است ماجد علما. الهدا برادر همسر ابراهیم رئیسی و پسر کوچک احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی است به گفته برخی فعالان محیط زیست این قتل عام درختان هیرکانی با چراغ سبز مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نور و به صورت غیرقانونی انجام شده است این در حالی است که محمد محمدی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نور در گفتگویی با اشاره به اینکه گزارش قطع درختان به اطلاع مسئولان منابع طبیعی شهرستان و استان رسیده است گفت آنها در پاسخ اعلام کرده بودند که این مسئله هم ماهنگ شده است جنگل های هیرکانی ایران یکی از باارزش ترین جنگل های دنیاست تیر ماه 1398 به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید اما با این وجود در طول 40 سال گذشته تصرف غیرقانونی بافت هیرکانی ویلا سازی ساخت و ساز و توسعه سری عمرانی توسعه ناپایدار گردشگری چرای بیرویه دام قاچاق خاک و آتش سوزی باعث تخریب جنگل های هیرکانی و از دست رفتن تنوع گیاهی و جانوری آن شده است تا جایی که به گفته مسعود مولانا عضو شورای هماهنگی محیط زیست و منابع طبیعی ایران سالانه حداقل 25000 هکتار از جنگل‌های ایرکانی از بین می‌رود هرچند که بنابر اخبار منتشر شده دستور توقف ساخت پارکینگ از سوی مقامات غذایی در جنگل های هیرکانی صادر شده است اما بر کسی پوشیده نیست که اینگونه دستورات در نظام جمهوری اسلامی موقتی و بیشتر در جهت تنویر افکار عمومی است گواهی مدعا قطع هزار اصل درخت است که نابود شدند و حالا مدیر عامل هلدینگ جوامرد اعلام کرده است که به جای آن پنج هزار نهال به هیرکانی اهدا میکند اتفاقی که باید آن را شروع مجدد فعالیت یکی دیگر از فرزندان مسئولان در زمینه اقتصادی دانست. منابع رسانه‌ای در آمریکا گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد تا اوایل هفته ای آینده دو مقام ارشد اسرائیلی را برای گفتگو در کاخ سفید درباره عملیات نظامی احتمالی در رفح به واشنگتن بفرستد این در حالی است که روز دوشنبه نتانیاهو سفر همین افراد به واشنگتن را در اعتراض به وتو نکردن قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش بس در غزه و آزادی های حماس بود لغو کرد گفته می شود اسرائیل چهل هزار چادر برای تخلیه اهالی رفح تدارک دیده است همچنین رسانه های عربی گزارش دادند که حماس آمادگی برای مقابله با عملیات نظامی اسرائیل به رفح را آغاز کرده است. رهبران حماس معتقدند که همه دلالت و علائم در دسترس مقاومت چه از طریق میانجیگران و چه از طریق تحولات میدانی بیانگر اصرار اسرائیل بر اجرای عملیات در رفح است. آمریکا و اروپا در تلاشند مانع از انجام عملیات اسرائیل شوند ولی تا کنون موفق نبودند. نشریه نیوزویک به نقل از مقامات اسرائیلی می رژیم جمهوری اسلامی در حال افزایش جنگ در چهار جبهه جدید فراتر از غزه است ارتش اسرائیل هشدار داده که رژیم جمهوری اسلامی در پشت سر گذاشتن حملات علیه اسرائیل در چهار جبهه فراتر از نوار غزه قرار دارد و مشکلات بزرگی را در تلاش طولانی مدت برای تقویت امنیت این کشور در چند جبهه ایجاد می کند. در حالی که کمپین نیروهای دفاعی اسرائیل علیه جنبش فلسطینی حماس و گروه های متحدش در غزه ادامه دارد دیگر گروه های محور مقاومت مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان، عراق، سوریه و یمن به حملات خود علیه اسرائیل ادامه میدهند. تلاش آنها این است تا سیستم دفاعی اسرائیل را در داخل این کشور با فشار بیشتری روبرو کنند. با انجام عملیات های روزانه حزب الله علیه اسرائیل در شمال این کشور و گاهی در سوریه، در یه دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه گفته است که دشمن اصلی اسرائیل جمهوری اسلامی است که در قلب این کمپین ها قرار دارد و این جنگ فقط علیه حماس نیست. دانیل هاگاری به نیوزویک گفته است ارتباط میان حزب الله، حوثی ها، شبه نظامیان عراقی و همچنین سوری و برخی شبه نظامیان دیگر در منطقه همه نشان از آن دارد که تحت کنترل رژیم جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی به روشی بسیار پیشرفته لبنان، یمن، عراق و سوریه را اشغال کرده و از این کشورها برای جنگ با اسرائیل استفاده می کند اما نه فقط علیه اسرائیل بلکه علیه کشورهای سنی و همچنین علیه غیر نظامیان بیگناه جهان غرب نیوزویک می نویسد مقامات جمهوری اسلامی بارها اعمال فرماندهی یا کنترل بر شبه نظامیان مختلف در منطقه خاورمیانه که تحت عنوان محور مقاومت خوانده می شوند را رد کردند اما اقدامات آنها به ویژه پس از حمله حماس به اسرائیل همواره مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی بوده نمایندگی رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در پاسخ به ارتش اسرائیل به نیوزویک گفته است اقدامات نظامی جبهه مقاومت علیه رژیم اسرائیل اقداماتی دفاعی با هدف اعمال فشار بر رژیم به گفته او اشغالگر و با هدف توقف جنایات این رژیم در غزه است نماینده جمهوری اسلامی گفته است که رژیم جمهوری اسلامی قاطعانه از چنین مقاومتی حمایت می کند با این حال با توجه به ناتوانی اسرائیل در مقابله موثر با محور مقاومت این رژیم همواره به دنبال معرفی جمهوری اسلامی به عنوان نیروی اشغالگر در کشورهایی هست که محور مقاومت در آنها شکل گرفته است نیوزویک می نویسد رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای اخیرا در سخنرانی سالانه نوروزی خود این موضوع را مورد بحث قرار داده است او گفته است در هر منطقه چه در یمن چه عراق چه سوریه و لبنان هر اقدامی که سوی نیروهای رزمنده و شجاع مقاومت انجام شود امریکایی ها آن را به جمهوری اسلامی نسبت میدن او گفته این نشان میدهد که مردم منطقه و جوانان شجاع و مصمم را آنها درک نمی کنند و این اشتباه محاسباتی به گفته او امریکایی ها را به زانو در خواهد آورد